به تولد همیابان متولد چه سالی هستم؟ 1360 باش خب فهمیدن دیگه فروردین 59 ازدواج کردی 60 شهید بودن دنیا با اجازه شما من تاریخ دقیق فروردین شد ششم فروردین ماه 1360 بله مشهد به دنیا اومد بله بله شهیدمون 3 ساله شد دوباره باز یک بچه دیگه هم داشتیم باز دوباره برگشتیم مشهد دیگه از اونجا دیگه همش مشهد شهیدمون انگار پس متولد مشهده تو خونه به دنیا اومد نه بیمارستان اسمای بچه ها به انتخاب شما بود یا آقا انتخاب دوتایی باش خون قدیم بچه به دنیا می اومد دست داشتن حالا کامشو با تولد امام حسین بردارن بعد تو گوشش اذان بگن بله این کارا کی برای شهیدمون انجام داد ما مامون محل خودمون که مثلا چیز داشتیم ماما داشتیم قابله داشتیم دیوار نیکنم خب کی تو گوش شهیدمون اذان گفت به خاطر داری؟ پدر خدا پدر شما الان بقیه مردم هم یواز اکل پدرم مثلا چون بله حاج آقا فرق نمی کرد بچه دختر باشه یا پسر نه بچه اول من خیلی بحث میکردیم حاج آقا میتونم پسر باشه یا من نگاه دارم دختر باشه از چه خدا بخواه بچه ها همه از شیر خودتون تغذیه کردن هاشون خب حاج خانم میخوام از بچگی حمید آقا بگیم حالا شما از دید یه مادر حاج آقا از دید یه پدر خب بود دیگه یعنی بچگیش خیلی مظلوم بود اصلا بچگیش اصلا مظلوم بود شما مظلومیت رو تو چی میدیدین مگه؟ نمیتونست از حق اشتفا کنین یا بچه کم حرفی بود؟ نه بچه پرشر و شور نبود مثلا خیلی مثل خودتون نبود مثل خودم نبود نه خداییش خود بود برعکس ما از کلن شوهرم هم خیلی شهر بوده نه خودم هم خیلی بچه یه چیز بودم ولی بچه همون اصلا به ایشون اصلا اینجوری نبود اصلا برعکس باز خیلی خوب بود خیلی پسر آرومی بود آروم بود دیگه خجالتی بود خیلی یعنی از همه رو میگرفت اینطوری بود؟ نه مثلا درساش خودش مثلا خودش دوستاش خودش تو کارش یعنی برنامه ریزی میکرد مثلا دفترش میداد به من کتابش میداد من گفت دیکته به امگو کلاس اول دو من سوادی نداشتم یکی همی میخواست سرهم کنم تا بهش دیکته بگم کتاب رزم میگیدی که میبست میذاشت کنار دیکته منوش بدونی مثلا اگه بخوان یه خاطره قشنگ از دوران کودکی شهیدمون بگین چی برام تعریف میکنی؟ یک خاطرش که اصلا یادم نمیره مثلا من خونه همین حاج خانم که نشستم رفته بودم بالا برای کمک به حاج خانم بعد از ظهر بود خوابیده بود وقتی بیدار شده بود فکر کرده بود مثلا صبح الان پاشده بود برای خود سفره پن کرده بود و کره و پنیر اینا آورده بود نشسته بود قشنگ چهارزانه زده بود میخورد اون موقع نمیدونم 4 سالش بود یا 5 سال بعد وقتی آمدم پایین گفت چرا من بیدار نکردی صبحانه بخورم بودم الان که صبح نیست گفت پس که گفت نه عصر اصلا یادم نمیده این لحظه تو میکنم شیرین کاری خاصی هم داشت؟ شیرین کاریش مثلا مثلا زهرا میخوابیدم در صندوق باز میکرد لباساش خالی میکرد میرفت تو صندوق برای خودش در رو میبست بازی میکرد بیرون مثلا زیاد اهل بیرون برون نبود خودتون هم حتما دوست نداشتین نه؟ نه ترسیدم مثلا میکنم بچه ها اذیت میکنم شهیدمون تا کلاس چندم رفت مدرسه هاش خونه؟ دیپلوم ریاضی وضع درسوش چطور؟ خوب بود آمد خیلی خوب بود یعنی اینقدر این بچه درس خون بود برنامه ریزی کرده بود سالهای آخر که مثلا چی ساعتی درس بخونه چی ساعتی نماز بخونه چی ساعتی شما از کجا مطلع میشه این داره به همشین؟ نوشته بود چیز کرده بود برای خودش دو دیوار اتاقش یک برگه نوشته بود مثلا چه ساعتی نهار بخوره چه ساعتی استراحت کنه چه ساعتی ریاضی کار کنه بعد مثلا من میرفتم تو کوچه با همسایه ها صحبت میکردن اصلا بیرون نمیامد همسایه ها همش میگفتن یه این یک دختر میمونه چرا اینجوری بیرون نمیاد سن میگفتن این باور نمیکردن این بچه مثلا خجالتی بود مثلا وقتی مثلا لباس نو اینا که میپوشید گفت ببین کسی تو کوچه نیست من میخوام برم بیرون خجالت میکشم این اخلاقش تا بزرگتر شدنش هم به همین شکل بود بله همین شکل